به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. 21 جدی را به خاطر دارید، روزی قضایی در تاریخ ورزش افغانستان، روزی که خبر سوء قصد به جان یوسف کارگر، مرد بزرگ فوتبال افغانستان پخش شد، در حالی که همگان چشم انتظار آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان بودند، این بزرگ مرد فوتبال افغانستان از سوی چند جانی مورد سوء قصد قرار گرفت و به شدت مضروب گردید. اکنون 58 روز از آن حادثه می‌گذرد و استاد یوسف کارگر سر حال و سالم خوشبختانه در کنار ما حضور دارند و ما امروز در برنامه نیمه روز آریانا و ورزش آریانا نیوز در خدمت شما عزیزان قرار داریم با استاد یوسف کارگر. استاد بزرگوار سلام. سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده‌های مردم عزیز افغانستان. استاد بزرگوار خدا را شکر که صحت و سلامت هستند و صحتتون را باز یافتند مجدداً. تشکر، لطف خداوند مهربان بود که از یادسه علمناک، از سه وحشتناک و لطف خداوند و دعای مردم عزیز افغانستان، چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان بودن، دعا کردن، همدردی کردن. ما تشکری میکنم از تمام ملت افغانستان، واقعا قلبا دوستشان داریم که با ما همدردی داشتن، و تشکری میکنم از وزارت محترم خارجه عاطف مل صاحب، از تشکری میکنم از فدراسیون افغانستان، تمام دستان در کاران که به موقع بسیار حساس و بسیار وقت کم جهت تداوی ما را ارسال کردن به خارج از کشور، که فضل خداوند و لطف خداوند مهربان دعای از اونا بودن و همکاری از اینا بودن، و همچنان از سفارت افغانستان ما شهیدا صاحب در دلی تمام زمینهای تداوی را برای ما امکانات آماده ساخته بودن. استاد، چیزی که من به خاطر دارم، 19 جدی از فدراسیون فوتبال تماس گرفتن و گفتن که جمعه بود، گفتن فردا شنبه 20 جدی تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان رسما آغاز میشه برای دیدار دوستانه مقابل پاکستان. صبحش آمدم دفتر، میخواستم کم کم وسایل جمع کنیم بیایم طرف تمرینات تیم ملی، این خبر شوک‌آور و نگران کننده به گوش ما رسید. از اون شب قضایی بگن استاد. تصمیم همی بود که ما تیم آمده ساخته بودیم برای مسابقه دوستانه برگشت که با تیم پاکستان داشتیم. البته بازی که ما قبلا 3-0 کنار شکست داده بودیم، برگشتشم تاریخش تعیین شد بالاخره، و ما تمام رسانه ها سوال هایی که داشتن و انتظاراتی که داشتن برشان، ما تمرینات خود، آمادگی خود تمرینات گرفته بودیم، و تیم ملی افغانستان هم که در داخل افغانستان انتخاب شده پلیرهایش هم اعلان کردیم. بعد نمیفهمم امو شب یک حادثه بسیار غیر مترقبه رخ داد که اصلا به یاد خودمم نیست که چه قسم یا حمله کردن نزدیک خانه و در داخل دالیز، و هیچ به فکر با امو حادثه به فکر من نیست که اینا از کدام طریق، از چی شیوه یا یک عمل شوم انجام دادن. ما امیدوار هستم که دولت ما، ارگانهای محترم قضایی، ارگانهای محترم جنایی، امنیت ملی، البته حفظ و امنیت هر شهروند افغانستان حق داره بالای دولت، و دولت باید حفظ و امنیت هر شهروند افغانستان باید در تامین امنیتش اونا کوشا باشن، و خصوص جلوگیری از این مردمان او باشن. از سوی دولت و مقامات وزارت امور داخله و کلا مقامات امنیتی کدام برنامه و تدبیری سنجیده شد برای از اینکه او افراد که سوء قصد کردن به جان شما دستگیر شدن، یا چون کدام من خودم هیچ نمی فهمیدم و حادثه طور اتفاق افتاد، و ما امیدوار به می هستیم که دولت با قدرت خود، وزارت داخلی ما، امنیت ما، ملی ما، باید تو یک حادثه شوم کنجام میتن اونا باید دستن در کار شوند، باید هیچ کار صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که مراحل ابتدایی را که اونا شروع کرده بودن، چون خودم در حالت بودم که سوالا و جوابای باید میدادین، و دیگر یک مرحله ابتدایی را انجام دادن و منتظر هستن که ما آمدیم دوباره ای همی عمل را که صورت گرفته مراحل بعدی از ای اونا کار را انجام خواهد دادن. آقای کارگر، شما پله های ترقی فوتبال را یکی یکی پیمودن و رسیدن به لقب بزرگ مرد فوتبال افغانستان، چی فکر میکنین؟ آیا کسانی بودن که نگران
این مسئله باشن که شما به پست های کلانتر در فوتبال افغانستان دست پیدا کنین و این عمل شوم را انجام داده باشن؟ من خوب فکر نمی کنم. ما یک ورزشکار بودیم از طفولیت و افتخاراتی که برای ورزش فوتبال افغانستان به وجود آمده از دعای ملت مردم افغانستان بوده، افتخار یک ارزش ملی برای ملت افغانستان و دولت افغانستان در طول تاریخ ورزش بوده که این افتخارات ما افتخار برای ملت بوده که ملت ما را چقدر یک خوشی برشان موی مسابقات یا این پیروزی ها به دست آوردن. من به این فکر هستم که هر قدر که افغانستان از هر لحاظ فرهنگی و ورزشی اجتماعی و انکشافی پیشرفت میکنه، مردم افغانستان باید خوش باشد. شاید یک تعداد مردم های باشند در افغانستان و یک تعداد دستای وجود داشته باشند که نمیخواین افغانستان از لحاظ ورزشی پیشرفت کنند و افتخارات ملی و افتخارات بین المللی. کیا کسایی هستند امروز در شرایط افغانستان؟ کسایی هستند که افغانستان هیچ وقت نمیمانند که از تمام از لحاظ اقتصادی، امنیتی، از هر لحاظ جنجال ها وجود داره. از لحاظ ورزشی هم هست کسانی هم چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان هم هستن کسایی که نمیخواین پیشرفت هایی در عرصه ورزش داشته باشن. استاد، مطمئنن با فوتبال افغانستان در طول 50 و چند روز گذشته به هر حال با خبرها اینا در جریان بودن. سلوان اسکلیزیچ سرمربی تیم ملی افغانستان شده، جایگاهی که شما پیش از او در اختیار داشتن. آیا آقای اسکلیزیچ با هماهنگی شما آمده و چون در روز معرفی آقای اسکلیزیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، مقامات فدراسیون اعلام کردند که این تصمیم پیش از این حادثه‌ای که برای شما اتفاق افتاده و در جریان بوده و صحبت‌ها انجام شده بود؟ فدراسیون فوتبال افغانستان این تقاضا را تیم ملی فوتبال افغانستان از مدت ها بوده که آمادگی های خود گرفت با مربی های خارجی که مربی های خارجی بودن دستاوردهای نداشتیم. بالاخره تا زمانی که ما آمدیم دستاوردهای برای تیم ملی فوتبال افغانستان ما می بود که ما باید یک مربی خارجی در عرصه مختلف برای تیم ملی خود و در ردای سینی خود از او استفاده کنیم داشته باشیم. برای فدراسیون آلمان پیشنهاد کردیم و همچنان برای تیم ملی کمپ تمرینی را پیشنهاد کردیم خودم که داشته باشیم در آلمان، که پلیرهایی که تصمیم است که برای مسابقات خارجی جمع شوند، پلیرهای جدید. این کار خود ما بوده و تقاضای خود ما از فدراسیون ما می بوده. اما در کل اگر مربی های خارجی می آید، مشاور عمومی بخش فوتبال یا در چیز خود ما می باشیم، رهبری فدراسیون و رهبری خود فدراسیون هم تصمیم گرفت و خود ما هم تصمیم گرفتیم کادر رهبری تیم ملی. ترینر که از خارج می آید بسیار با مشکل مواجه می باشه، از لحاظ هماهنگی، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ از این که با چه قسم با خصوصیات یک پلیرهای خارجی هماهنگ میشه، این مشکلات خود می داشته باشه. ما اوره ما فکر نمی کنم که خود فدراسیون اوره سرمربی تیم ملی افغانستان اعلان کرده باشه. او با تفاهم خود من صورت گرفته و ما فدراسیون گفته با وقتی که کارگر صحت یاب میآید با تیم خود پس دوباره کار کرده خود پیش میبره. یعنی شما همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هستید؟ اما توال است سرمربی تیم ملی افغانستان کدام نه برکنار شدیم و نه کسی برای گفته کسیم. اما این مربی رو هم که بوده ما با تفاهم فدراسیون خود ما پیشنهاد کردیم که باید بیایه با کمک، مثل که مربی که چند وقت پیش با تیم ملی ما در مسابقات چلنج کپ در مالدیو آمد موقتی می آمدن. این مربی رو امو رو ما تقاضا کردیم و این مربی رو خود ما در مورد آقای اسکلیزیچ گفتم میشه که قرارداد 5 ساله دارن با فدراسیون فوتبال، ما به عنوان سرمربی تیم ملی با عرض نظرت استاد، او به نفع فوتبال افغانستان است و زمانی که اگر فدراسیون آلمان این 5 ساله تمام امکانات برش و معاشات شویار برشان آماده بسازه، این بر فدراسیون ما به نفع ماست. مثل که آقای کلاوس
قبلا به نام مربی تیم ملی افغانستان بود و فدراسیون فوتبال افغانستان و مربی های فدراسیون بسیار برداشت های خوب از اونا داشتند. ما امیدوار هستیم که این مربی هایم که آمده یک مدت شاید برش تمام امکانات مساعد بسازیم و یک نتیجه و یک امتیان ازش بگیریم. در صورت اگر نتیجهش مساعد باشه ما نگاهش میکنیم، اگر نباشد مثل که دیگه مربی ها رفتن اما قسم خواهد صورت گرفت. استاد، فوتبال افغانستان رو به نام یوسف کارگر میشناسن، قهرمانی چلنج کپ آسیا رو یوسف کارگر آورده بر افغانستان. شما بفرمایید که حاضر هستن در کنار سلوان اسکلیزیچ همکاری کنن و یک تیم مربیگری قوی بر فوتبال افغانستان تشکیل بتنیم که بتنیم در آینده ها در آینده نچندان دور در زون مرکز آسیا حرف بر گفتن داشته باشه فوتبال افغانستان؟ ما بازم اول تشکر میکنیم از شما و از رسانه هایی که واقعا در رشد فوتبال، در رشد این دستاورده سم داشتین. خواستند که فوتبال افغانستان از این حالتش به یک سطح درجه بالا برسانن و فدراسیون فوتبال افغانستان هم تلاش شمی بود که ما بتونیم تیم ملی خود یک جایگاهی برسانیم و آخرین هدف ما رسیدن به قهرمانی مسابقات جنوب آسیا بود که بالاخره بعد از تلاش و پلان 5 ساله که ما پیشروی داشتیم با یک استراتژی خوبه که در پیشروی ما گرفته بودم بالاخره بر هدف اساسی و مهم خود ما رسیدیم. تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان شد. حالا مگر صحتیاب شوم دکترها اجازه بدن برای ما در کنار تیم ملی فوتبال افغانستان می باشیم، نباشیم میمونیم که چی امتیان را ای ترینر مربی نه و چی دستاورد برای کشور ما برمغان خواهد آورد. انشالله که دکترها به شما اجازه میتن استاد، ولی اگر باشین در تیم ملی فوتبال افغانستان شما لیسانس ای کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC را دارین و آقای اسکلیزیچ هم لیسانس ای اروپا را فکر میکنم داشته باشن، بر حال یک سری کشش ها و تنش ها به وجود می آید. اونا به اون ساعت شما به این ساعت هر دو بزرگوار هستین و هر دو تجربه های خاص خودتان در رده فوتبال دارین. شما به عنوان سرمربی کار خواهد کردین یا اونا؟ بر ما مهم نیست که سرمربی باشیم یا مهم نیست که مربیان باشیم. مثلا وقتی که تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان شد در مسابقات جنوب آسیا ما تصمیم استعفای خود از اموجا گرفته بودم و جناب آقای کرزی از اموجا زنگ زد و رسانه ها اعلان کردند که و خودم که برگ رفتیم کارگر سوی مزید خواهش میکنم نگه ای گپا را نزنی و رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان هم امو وقت گفت که باید ما تصمیم استعفای بمد تیم ملی فوتبال افغانستان چیزی که در همون مفکوره ما بود، ایدیایی که ما داشتیم برای تیم ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال ما بالاخره به مو سرحد خود رسید. ما یک پیروزی، یک افتخار، یک خوشی برای ملت خود، برای کشور خود، برای تاریخ فوتبال افغانستان گذاشتیم. این بزرگترین افتخار و بزرگترین دستاورد است برای خود ما. من لیسانس ای خود که او آقا از اروپا داره، ما از اروپا هم گرفتیم، از خود فدراسیون آلمان. 3 ماه پیش که 4 ماه پیش که سفر به کشور آلمان داشتیم، فدراسیون آلمان یکی از بزرگترین افتخارات شمی بود گفت آقای کارگر تو دیج درس خواندی در سال 2003 لیسانست از آلمان گرفتی، نام تو در تاریخ فوتبال آلمان هم ثبت شد به خاطر از اینکه یکی از مربیایی که در آلمان درس خوانده رفت تیم خود بالاخره 10 سال بعد قهرمان ساخت. نتایج این بزرگترین افتخار ماست که ما تیم ما قهرمان شده. ما بتون این ترنر جدیدی که آمده تجربه خوبتر داشته باشد، نتایج خوبتر برای تیم ملی فوتبال افغانستان باشه، ما حاضر هستیم که اونا برن کار خودم پیش برن. و در صحبت های قبلی تان اشاره داشتیم به این مسئله که خودتان تقاضا دادن یک مربی جدید برای فوتبال افغانستان دست و پا شود و فوتبال افغانستان رشد کنه. شما خودتان شخصا با سلوان اسکلیزیچ آشنایی دارین؟ با شخصیت او، با کارنامش؟ اولین بار است که من نام از او رو میشنوم، اولین بار است که من میشنوم از این که تجربه هایی برای تیم ملی او نداشته است. در سطح کلاب های بسیار پایین بوده، کلاب های جوانان بوده، بله، در اون سرا بوده. دقیقا من خودم پیشنهاد داشتم که ما پیشنهاد به این داشتم برای کشور آلمان که یکی از ترنرهای کارکشته و ترنرهای بسیار با تجربه و ترنرهای بسیاری که در سطح تیمای ملی
خارج از کشور کاش کشم مثل که آقای کلاوس ترینر بوده که در افریقا در تیم ملی، در آلماتا تیم ملی، در بعض کشورها تیمای ملیش رهبری کرده، در او سطح بوده. ما برای آلمان پیشنهاد داده بودم که یکی از این ترینرها را بتن. این که تیوید زمانی که ترینر می آید حالا کار کرده شما میبینیم که چقدر تجربه سطح تیم ملی داره نداره، میگذاریمش کار خود پیش. خودم این مسئله که تنها در تیم های جوانان کار کرده آقای اسکلزیچ نقطه ضعفش اسم باور شما؟ ما پیشنهاد اصلی ما می بوده که در سطح تیم ملی افغانستان ترینر باشه که از کلاس بسیار بالایی برخوردار باشه و از تجربه بسیار کافی برخوردار باشه، ترینر که در سطح تیمای ملی بازیای بین المللی اشتراک نکرده باشه، تجربه کمتر می داشته باشه. سطح جوانان تجربه پایینتر است، هر قدر که سطح تیمای ملی میره تجربه هم مربی، تجربه هم پلیرا افزوده شده میره. من خودم یک وقت معاون آقای کلاوس مربی تیم ملی که از آلماتا بود، از افریقا بود، مربی لیسانس ای آلمان داشت آقای کلاوس، من معاونش بودم. ما با استفاده از سالهایی که آقای کلاوس بود بسیار تجارب خوب آقای کلاوس و مولالی همکار ما بودیم یاد گرفتیم. اما این مربی که است شاید ای به این مانا نیست که مستقیم خودش هر کار که بخواید کار میکنه، در تمام دنیا مروج است مربی که نتیجه نداده شرایط قراردادش مهم است، که نتیجه نداده ما رخصتش میکنیم. ولی مربی های بزرگ که شما نام میبرین و میگن باید کارهای بین المللی و مربیگری فوتبال ملی را داشته باشن، واقعا سخت است آوردنشان به افغانستان استاد کاریار؟ والا کشور آلمان میتونست که همچون مربی های مثلا کلاوس پیشتر نام بردم، مربی هایی که در سطح تیمای ملی خارج از کشور کار کرده میتونستند که بیاره و وام حاضر بودن میاید. اما ایره من فکر میکنم که خود فدراسیون آلمان ایره پیشنهاد نکده. یکی از کسایی که ارتباطی بودن، نفر که ترانسفر پلیرها و ترینرها را دی بوده، او با فدراسیون افغانستان هم آهنگ ساخته. اما خود فدراسیون آلمان به فکر من نیست که ایره مستقیم خود از فدراسیون آلمان ایره معرفی کرده باشه. و یک مسئله دیگه، وقتی آقای اسکلزیچ آمدن کنفرانس مطبوعاتی دادن، برنامه های جالب داشتن برای رشد فوتبال افغانستان، جدا از اینکه کارنامه ملی بین المللی دارن یا نه، ولی برنامه هایشان جالب بود، فلسفه کاری خاص خودش داشت. چی فکر میکنین آیا در فوتبال افغانستان امکان فضا دادن به چنین افرادی وجود داره؟ اصلا مقامات بلند پایه میمانن که چنین افرادی بیان واقعا فوتبال افغانستان رو رشد بتن؟ خب چرا نیدم قسم که شما گفتین، هر مربی فلسفه خاص خود داره و ما مربیایی که از کشورهای اروپایی هستن، اونا از لحاظ تاکتیکی، از لحاظ تکنیکی امکانات بسیار زیاد و تجارب بسیار خوب داره. اونا میتونن که در رشد فوتبال، در انکشاف فوتبال در سطح پایه و بالا امکانات خوب را مساعد بسازه. مثل کلاوس یکی از نمونای از او بوده که در سیستم و تاکتیک سازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان و برای جوانان بسیار زیاد مصدر خدمت قرار گرفته. قرار میتونم که امو کارهای کلاوس ادامه پیدا کنه. آقای سرگیوش که اینا آمدن امی کار پیش بره، برای تکنیک فوتبال، برای تاکتیک فوتبال در افغانستان موثر خواهد بود. و فوتبال افغانستان در آینده نزدیک مقدماتی المپیک ریو را در پیش داره، ریو دی ژانیرو برزیل 2016، و تیم المپیک افغانستان رفته دبی تمرینات خود آغاز کرده دبی و مسابقاتشان در ایران هست با تیم های عربستان سعودی، ایران، نپال و فلسطین هم گروه هست افغانستان. چی آینده ای را برای فوتبال افغانستان شما پیش بینی میکنید برای تیم المپیک، برای تیم ملی بزرگسالان؟ همون قسمی که روند انکشاف فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، اگر زمینه را، امکانات، شرایط و ارزش ازیره دولت میفهمید، امکانات زیادتر برای انکشاف و بدست آوردن همچو ارزش ها زیادتر میگذاشت. یعنی دولت فوتبال... کمکاری کرده؟ میدون میفهم کمکاری کرده. در کجا کمکاری کرده؟ در هر جایی که بوده کمکاری کرده. در قسمت بودجه که برای فوتبال افغانستان داده، به بسیار مشکلات ما سال گذشته بودجه خود گرفته نتونستیم. آقای کرزی سال اول که برای ما داد بودجه فدراسیون فوتبال برای تیم ملی، تیم ملی فوتبال افغانستان هم برایشان ماش تعیین کردن، هیچ کس حاضر نشد که برای تیم ملی فوتبال افغانستان، برای مربی فوتبال افغانستان ماش تعیین کنه. فدراسیون فوتبال بارها تقاضا کرد، وزارت مالیه برشان ندادن. و ما این بودجه را که افغانستان برای فوتبال خود داره و بودجه را
کشور عربستان ایران داره اصلا قابل مقایسه نیستن. اونایی که رفتن ما کمکایی را که میگیریم با سعی و تلاش فدراسیون فوتبال افغانستان از کشور امارات یک قرنطینه یک هفته‌ای را گرفتیم. یک قرنطینه یک هفته‌ای یک تیم اصلا هیچ قرنطینه گفتن نمیتونه میشن. تیمایی هستن که برای یک ماه میرن برای یکی از کشورها قرنطین میشه و آمادگی های خاص خود میگیره، برای یک ماه دیگه 3 ماه آمادگی خاص خود داشته باشه. تیم 23 سال المپیکی ما هم که رفته، ما موجه ترینره که در اوجه رفته ایرانی هستن، آقای ساله هستن. امیدوار هستیم که یک نتیجه خوب از تجارب کنها داره، یک نتیجه خوب تیم ملی افغانستان بگیره. و پیش بینی شما از آینده فوتبال افغانستان در زون مرکز چیست؟ تیم های پرقدرت مثل ایران و ازبکستان حضور دارن در زون مرکز؟ ما در گذشته هم گفتم مال بر ما بسیار مشکل است در زون مرکز که تیم ملی فوتبال افغانستان امو مقام و فوتبال را که در دنیا فعلا کسب کرده یا در رنکینگ فیفا به دست آورده او خود نگاه کرده بتونه، به خاطر از این که یک زون مرکزی یک کشورهای هستند که در سطح تیمای بین المللی مسابقات خود پیش میبرند، در دنیا در بازی های جهانی اشتراک داره، اما برای رشد آینده فوتبال زون مرکز بسیار موثر میباشه. استاد بزرگوار بسیار سپاسگزار که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. تشکر از شما همچنان. بینندگان گرامی، میبینید استاد یوسف کارگر، بزرگمرد فوتبال افغانستان، شکر خدا صحت و سلامت خودشان را باز یافتند و باز هم سایه ایشان بر سر فوتبال ملی افغانستان افکنده خواهد شد. با تشکر از اینکه تاکنون با ما و با ورزش آریانا نیوز همراه بودند. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. تشکر استاد. تشکر استاد. خواهش می‌کنم.